أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الی و نتوکل علی و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر رحمته و نذیر نقمته سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله. خداوند علی علا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری میکنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. تقوایی که خداوند می‌فرماید اگر کسی تقوا پیشه کند، خدا به او توفیق و قدرت تشخیص حق را از باطل عنایت می‌کند. تقوایی که قرآن ناطق امیر بیان فرمودند تقوا را حفظ کنید و خودتان را با تقوا از همه خطرات محافظت و حراست کنید. امید از همه مان به این سفارش خداوند انبیا و اولیای الهی توجه کنیم. در خطبه اول، همون گونه که همه عزیزان منتظرن و مستحضرن، امروز مصادف است با 18 ذی‌الحجه، روز اتمام نعمت، روز اکمال دین، روز ولایت و عید الله الاکبر. این مناسبت را هم گرامی می‌دارم و هم تبریک عرض می‌کنم. در خطبه اول بحث کوتاهی را پیرامون غدیر و وظایف من در قبال غدیر و جایگاه غدیر و این برنامه نجات بخش، بحث‌های در واقع کوتاه و تذکرات را پیرامون این مسئله مهم برای بشریت و انسانیت و جامعه اسلامی خواهیم داشت. در خطبه دوم مطالبی که لازم می‌دانیم در مسائل اجتماعی مطرح شود و اونها می‌پردازیم. از مهمترین موضوعاتی را که در خطبه دوم خواهیم داشت جسارت و حد که حرمت به ساحت قرآن توسط کسانی که ادعای آزادی دارند و دم از دموکراسی و آزادی میزنند، از منظر انسانهای عاقل و دانشمند و خردمند این شعار یک فریبی بیش نیست. اینها از موضوعات است که در خطبه دوم با اونها خواهیم پرداخت. اما بحث
خطبه اول و ماجرای غدیر عرض کنم که غدیر به تعبیر پیامبر بزرگوار اسلام افضل و برترین اعیاد امت پیامبر است. همان گونه که پیامبر فرمودن بهترین اعمال امت من انتظار فرج است، فرمودن بهترین اعیاد امت من مسئله عید سعید غدیر خم است. این روز به تعبیر دیگر عید مبارک و آسمانی است. خداوند در روز عید غدیر حضرت ابراهیم خلیلش را از آتش دشمن نجات داد، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. در چنین روزی توبه ابوالبشر آدم علی نبینا و علیه الصلاه و السلام پذیرفته شد. در چنین روزی موسی علی نبینا و علیه الصلاه و السلام بر ساحران غلبه کرد و در مثل این روز کلیم خدا در حضور امتش و مردمش یوشع ابن نون را به عنوان وصی خود معرفی کرد و حضرت عیسی این پیامبر که به تعبیر قرآن در آسمان هاست و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم بر رفعه الله الی، و با ظهور مولای من صاحب الزمان حضرت عیسی علی نبینا و علیه الصلاه و السلام شمعون الصفا را به عنوان جانشینش معرفی کرد و حضرت سلیمان مردم و رعیتش را در مجلسی و در محفلی آگاه کرد بر جانشینی آصف ابن برخیا و گواه گرفت. در مثل امروز پیامبر عقد اخوت بین اصحابش مطرح کرد و مسئله برادری و عقد اخوت را در چنین روزی مدیریت کرد. از همه اینها بگذریم، در روز 18 ذی‌الحجه یعنی مثل امروز ماجرا و برنامه جهانی غدیر با دستور خداوند و مهندسی جبرئیل امین و مدیریت پیامبر بزرگوار اسلام اجرا شد و ماندگار شد. بعد از 1400 سال ما شاهد هرچه بیشتر دل دادن و باور کردن به این برنامه هستیم. برای که همه عزیزان بهتر این مطلب را در واقع دریافت کنم، از اینجا شروع می کنم. در آخرین سال عمر پیامبر یعنی سال 10 هجری، پیامبر 40 ساله مبعوث به رسالت شد، 13 سال در مکه بودن، بعد مهاجر شدند به مدینه آمدند. هجرت پیامبر آغاز تاریخ اسلام قرار داده شد. در آخرین سال عمرشان که سال 10 هجری بود، روز چهارشنبه یا پنجشنبه، روز شنبه 4 روز یا 5 روز مانده، روز شنبه 4 روز یا 5 روز مانده به آخر ذی‌القعده، یعنی ماه ذی‌القعده هنوز شروع نشده بود، 4-5 روز از این ماه مانده بود، پیامبر قبلا برنامه ریزی کرده بود، مردم هم مطلع کرده بود، چون ذی‌الحجه ماهی است که حج در اون ماه انجام میشه و روز عرفه یا خلاصه ظهر عرفه باید حاجی به عرفات برسه. پیامبر تقریبا
13-14 روز قبل از عرفه از مدینه حرکت کرد. 120,000 حاجی از مسلمانان با پیامبر در این حج شرکت کردند. این حج مسما شد به حجۃ الوداع. در زمان حرکت پیامبر، زهرای مرضیه در این سفر همراه پیامبر بود. ام هانی خواهر علی علیه السلام، فاطمه بنت حمزه، ام سلمه، بی بی عایشه، حفصه، سایر همسران پیامبر در سفر حج آخر پیامبر همه حضور داشتند. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین در این سفر مدینه و همراه پیامبر نبودند، در یمن بودند. بعد از رسیدن پیامبر به مکه، با دستور پیامبر امیرالمومنین به مکه همراه همسفرانشان یا جمع از همسفرانشان به کاروان حج و به پیامبر ملحق شد. مراسم حج پایان پذیرفت. عرفات و مشعر و منا به پایان رسید. پیامبر در روزهایی که مشغول انجام حج بود، آخرین حج، از جانب خداوند دستور گرفت که وداعی انبیا را، دقت کنیم، 124,000 پیامبر طبق روایت معروف داریم، بخشی از پیامبران خداوند در قرآن معرفی کرده، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی، سوره مبارکه خلاصه مریم را در قرآن وقت ملاحظه بفرمایید، چندین پیامبر را به پیامبر دستور میدهد. وذکر فی الکتاب مریم، وذکر فلانی، انبیا را نام میبره. خدا به پیامبر دستور داد وداعی امانت های همه انبیا را به امیرالمومنین، به علی ابن ابی طالب تحویل بدهد و امر ولایت اون حضرت را به مردم تبلیغ نماید، یعنی به گوش مردم برساند. پیامبر وقتی این برنامه را شنید خیلی گریز و متأثر بود. از خداوند خواست که پیامبر را از انجام این کار معذور بدارد. بار دوم در منا آخرین مرحله حج است که حاجیان در اونجا جمرات را رمی می کنند و قربانی می کنند و حلق و تقصیر می کنند، 3 شب بیتوته می کنند. در منا 2 بار جبرئیل بر پیامبر نازل شد و اشاره کرد به اینکه برنامه معرفی امیرالمومنین را برنامه ریزی بکند، اما چیزی بیش از اون نفرمود. در مسجد خیف باز عزیزانی که منا را درک کردن و به مکه رفتن، یکی از بهترین مراکز عبادی مسجد خیف است. در منا، در مسجد خیف مجددا جبرئیل نازل شد که خدا می فرماید ولایت علی ابن ابی طالب را به مردم برسان. مردم یعنی همه انسان ها. همه بشریت. آخرین بار در نقطه‌ای به نام کراء الغمیمم باز جبرئیل نازل شد. در این 3 مرحله‌ای که جبرئیل نازل شد به پیامبر می‌فرمود که این کار انجام بده، اما در مثل امروز در 18 ذی الحجه در سرزمین
غدیر که از حج برگشته بودند حداقل 120 هزار حاجی امرای پیامبر بود، جبرئیل نازل شد. اینجا آیه 67 سوره مبارکه مائده را که همه عزیزان این آیه را مستحضرند، و پیامبر نازل کرد. در ضمن برنامه قبلی یک اشاره و یک حمایت را مطرح کرد. من آیه را میخوانم: یا ایها الرسول، ای پیامبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، دستور را که از جانب خدا نازل شده به گوش مردم برسان. اگر این کار را انجام ندهی و این لم تفعل، اگر این کار انجام نشود رسالتت ناتمام است. فما بلغت رسالته، این کار باعث می شود زحمات 23 سالت به بار ننشیند. در ادامه فرمود: والله یعصمک من الناس، خدا تو را از شر کسانی که مخالفت میکنن، تخریب میکنن، رضایت ندارن حفظ خواهد کرد. ان الله لا یهدی القوم الکافرین. ببینید چقدر ماجرا مهمه. بیابان سوزان غدیر خم، 120 هزار زائره که حدود دو هفته بیشتر مشغول عبادتن. خود مراسم حج مراسم بسیار سنگینی است. 5 شبانه روز حاجی در حال عبادت است. همه اینها را به دستور خداوند پیامبر در اون صحرا متوقف کرد. منبری از جهاز شتران آماده شد. پیامبر بالای منبر قرار گرفت. خطابه معروف و ماندگار غدیر که بیانگر اهداف همه انبیا است، توسط خطیب استثنایی تاریخ خلقت یعنی پیامبر در اون صحرا خوانده شد. اون چرا که بشریت در ادامه زندگی برای خوشبختی و سعادت و بصیرت و بیداری، عزت و اقتدار نیاز دارد، در اون خطابه پیامبر گنجان. بیش از 100 آیه را در این سخنرانی مطرح کرد، 3 سوره قرآن را تفسیر کرد و بر امیر المؤمنین تطبیق کرد و بیش از 18 آیه را به تفسیر گرفت، از جمله آیه 12 سوره مبارکه یاسین، 36 سوره قرآن که دارای 83 آیه است. و کل شیء احسیناه فی امام مبین، فرمود امام مبین، امام المتقین علی ابن ابی طالب است. در هر فرازی لحظه به لحظه خطاب میکرد مردمان. 57 مرتبه فرمود مردمان. این علی کسی است که خدا به من دستور داده و او را به امامت منصوب کرده. سوره مبارکه حمد که در بخش از این سوره مسئله راه راست به صراط مستقیم مطرح شده، فرمود من صراط مستقیمم، انا صراط المستقیم، بعد از من علی صراط مستقیم است. و بعد از علی فرزندان علی، از فرزندان من، از صلب علی ائمه هدات معصومین صراط مستقیمند. فرمود این سوره
درباره من و درباره علی و فرزندان علی نازل شده. خطابه قدیر برنامه است زمین ساز سعادت و خوشبختی انسان ها. ما هم به احترام برنامه پیامبر و دستور پیامبر این روز را تجلیل کردیم و باز هم تجلیل میکنیم. امروز در جای جای کشورمان، در شهرها، در مساجد، در تکایا به حمدالله و به لطف و عنایت خداوند مجالس و مراسم بود. صبح زود از ساعت 6 شما آثار و این بنرها و لوحه ها را مشاهده میکنین. جمعیت فراوان در این مکان برای تجلیل از این عید بزرگ حضور پیدا کردن. من از همه عزیزانی که در این برنامه شرکت کردن و حضور پیدا کردن تشکر میکنم. یکی از برکات الهی تعظیم قدیر است. خرج کردن در قدیر باعث می شود مال انسان با برکت شود. محبت و عاطفه و بشاشت و برخورد زیبا در قدیر با مسلمان ها باعث می شود رحمت الهی سراغ انسان بیاید. حضرت رضا فرمودن این روز در آسمان ها مشهورتر است. اگر کسی حقیقت قدیر را بشناسد، روز 10 مرتبه ملائکت الله با او دست می دهند و مصافحه می کنند. امروز اعمال زیادی دارد، از جمله 2 رکعت نماز است که بهترین وقتش همون لحظه اذان و زوال است، اون لحظه ای که پیامبر دست مبارک علی علیه السلام رو بالا کرد و به عنوان امام و جانشینش معرفی کرد. فرمود مردم شما زیادین، من نمیتوانم با شما با همتان با دستم دست بدهم و بیعت بگیرم، همه تان با زبانتان اقرار کنین و ولایت امیر المومنین و بگین ما شنیدیم و اطاعت میکنیم. این نماز در هر ساعت از روز خوانده شود بسیار ارزشمند است. 2 رکعت نماز، بعد از اون 2 رکعت نماز که سلام داده شد بدون اذان و اقامه به شکل نمازهای متداول خوانده می شود. سر به سجده می گذاریم 100 مرتبه، خدا را شکر می کنیم، شکرن لله. بعد دعایی دارد که خوانده می شود، مجدداً بعد از دعا سر به سجده 100 مرتبه شکرن لله و 100 مرتبه الحمدلله. در روایت داریم کسی که این عمل را انجام بدهد گویا همراه پیامبر در اون خیمه‌ای که قرار داده بودند، 2 خیمه را پیامبر ترتیب داده بودند، در یک خیمه می آمدند و پیامبر تبریک می گفتند و در خیمه دیگر می رفتند به امیرالمؤمنین، به عنوان امیرالمؤمنین سلام می کردند. پیغمبر می فرمود هنئونی به من تبریک بگین، به من تبریک بگین. و بعد از تبریکی به پیامبر می رفتن در مقابل امیر المومنین و مولای سفید رویان سلام می کردن و به عنوان امیر و پیشوای مؤمنان اظهار ارادت و ولایت می کردن. اصحاب پیامبر تبریک گفتند، بزرگان تبریک گفتند. طبق نقل محدثان بزرگ از جمله ابن خلکان در
کتاب‌های تاریخی این ماجرا اختصاص به اهل تشیع ندارد، بلکه همه مسلمان‌ها در این ماجرا اشتراک نظر دارند. ما هم این روز بزرگ، این برنامه الهی را تعظیم می‌کنیم و تجلیل می‌کنیم و تجلیل خواهیم کرد، همان گونه که پیغمبر فرمود راه نجات انسان باور به قدیر است. فرمود مردم حاضران به غائبان، پدران به فرزندان برسانند. فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه، تا لحظه که قیامت برگزار می شود ماجرای قدیر ماجرا و برنامه است که بشریت را رهبری می کند و به سعادت می رساند. بار دیگر این مناسبت بزرگ و این فرخنده عید، عید الله الاکبر، عید اتمام نعمت و تکمیل دین را به همه شما نمازگزاران، به همه حاضران در نمازهای جمعه در سراسر جهان اسلام تبریک عرض می کنم. خدایا ما را از راهیان و رهروان این برنامه جهانی هدایت و سعادت قرار بده. عیدی ما را تعجیل فرج آخرین یادگار قدیر که در فراز هشتم بیش از ده ها مرتبه جد بزرگوارش از او یاد کرد، تعجیل فرجش قرار بده. خدایا امنیت، اقتدار، تحمل و همپذیری در محوریت قرآن و پیامبر و در محوریت قدیر نصیب ملت ما، مردم ما، دولت ما بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح. أئمة المؤمنين، بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه که در سوره مبارکه جمعه یکی از مسبحات که با تسبیح خدا شروع می شود، با عنوان ذکر معرفی شده. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، به این یاد خدا شرکت کنیم، منتها شرکتتان با سعی باشد. همون گونه که در مراسم حج حاجی بین صفا و مروه سعی می کند. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. خداوند در
سوره مبارکه جمعه حضور در نماز جمعه را با عبارت سعی و تلاش معرفی کرده و لذا در روایات نماز جمعه حج فقرا معرفی شده. از ثواب و از حرمت بالا و بی‌نظیری برخوردار است. در کنار این حرمت و در کنار این جایگاه و عظمت، مسئولیت‌های سنگین و بزرگ را و رسالت‌های مهم به عهده و به مسئولیت نماز جمعه قرار داده شده. چرا؟ چون نماز جمعه یک نماز فردی نیست، یک حرکت است جمعی، یک حرکت است اجتماعی، یک حرکت است سیلاسا، بنیان کوههای دشمنی و موانع و خطر را از جلو جامعه اسلامی باید با نماز جمعه برداشت و راه‌های بیداری، هوشیاری، اتحاد و سربلندی جهان اسلام را با استفاده از ظرفیت نماز جمعه فراهم کرد. یکی از حرکت‌هایی که در هفته گذشته ما شاهد بودیم، در روزهای گذشته، حرکت بسیار سخیف و زشت و خلاف عقل و خرد و آزادی، حد که حرمت بساحت قرآن در کشور سوئد بود، توسط یک شخص که گفتند در اصل عراقی است اما تابعیت یا محل زندگیش در سوئد است. تأسف اینجا داره که کشور سوئد با استفاده از نام آزادی بیان و احترام به آزادی به این انسان ضعیف مجوز سوزاندن قرآن را داد. ما به عنوان دردمندترین انسان‌ها در قبال این جسارت و بی‌حرمتی، این حرکت را از این گوشه جهان اسلام با همه دلسوزی و دلخونی و حزن و اندوه با هم محکوم می‌کنیم. خوب است قبل از اون که من مطالب را درباره این حرکت مطرح بکنم، یک نگاهی از نظر قرآن و از نظر دانشمندان و از نظر خردمندان به قرآن کنم. قرآن را که می آیند نمی توانند در مقابل برنامه‌هایش خود را عیار کنند یا بپذیرند که باید بپذیرند. اگر نمیپذیرند، با فرهنگ، با استدلال، با منطق و برهان بیایند با قرآن مبارزه کنند. قرآن شعارش همین است: اگر قرآن را قبول ندارین، برین یک سوره مثل قرآن بیارید. و این کنتم فی ریب، این کتاب که در شک نیست، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، این کتاب در شک نیست. اگر شک دارین، کسی جلوی شما را نگرفته. اگر شما شک دارین و این کنتم فی ریب، اگر شما شک دارین، فاتو به صورت من مثله، یک سوره بیارید. این 114 سوره داره، شما یک سوره بیارید. چرا آتش میزنید؟ آتش زدن ضعف است، بی احترامی ضعف است، کم آوردین. دیدین قرآن در اندیشه ها را پیدا کرده، در دانشگاه ها، در مراکزتان، در درون خانه هاتم در حال عبور و در حال سلطه و در حال نفوذ است. عوض پذیرفتن، عوض استدلال می آیین قرآن آتش می زنین.
پیامبر فرمود هر وقت امت من گرفتار فتنه شد، لما قیل له امتک ستفتن، به پیامبر گفتن یا رسول الله در آینده ها امت گرفتار فتنه و دسیسه ها خواهد شد، فسئل من مخرج من ذلک، راه بیرون رفتن از این گرفتاری ها و فتنه ها چیست؟ فرمود کتاب الله العزیز، تنها راه بیرون رفتن تمسک و رو آوردن به کتاب شکست ناپذیر. قرآن شکست ناپذیر است. قرآن از آزادی واقعی حمایت می کند، لا اکراه فی الدین، می گوید در دین اجبار نیست. به پیغمبر می گوید اعلان کن هر کس هر عملی می کند انجام بدهد و قل اعمل، اما عملش را خدا می بیند، پیامبر می بیند، مؤمنون که در رأس همه امامان است خواهند دید و می بیند. قرآن این است. پیامبر فرمود قرآن را رهبر و پیشوایتان قرار بدهید. می دانین سال هاست از لحظه ای که قرآن نازل شده در مکه معظمه، در آغاز بعثت در شب قدر، تا لحظات که پیامبر زنده بود، تا نزدیکی های رحلت پیغمبر، همون گونه که عرض کردم این 114 سوره نازل شد، از اون لحظه تا امروز همه انسان های پیرو قرآن قرآن میخوانند. نه یک نفر، میلیون ها انسان قرآن میخوانند، نه یک بار، سال ها نمیخوانند بلکه حفظ میکنند، تفسیر میکنند. از علی علیه السلام سوال شد قرآن هر اندازه هم که تکرار شود به گوش بخورد باز کهنه نمی شود. کهنگی نداره. چرا؟ فرمود که قرآن برای همه نازل شده. قرآن نیازمندی همه را تأمین میکنه. به همین دلیل است که قرآن کهنه نمی شود. قرآن این است. کتابی که کهنه نمی شود، نیاز بشریت را تا آخرین روز دنیا به پهنای گیتی به درازای زمان تأمین می کند. این کتاب شایسته حرمت است، نه شایسته بی حرمتی. ما از انسانهای هوشیار و عاقل تشکر میکنیم، از جمله آقای رابرت کارتر، روزنامه نگار بریتانی بریتانیایی که دولت سوئد را به دلیل اجازه دادن به حدق حرمت قرآن در خاک این کشور که واقعا خلاف انتظار بود، از یک کشوری که ادعای تمدن و پیشرفت داره، این روزنامه نگار این کشور را تشبیه کرد به آلمان نازی که در دهه 1930 تمام کتاب‌هایی که مخالف ایدئولوژی نازیسم بود و خلاف باورشان بود این کتاب‌ها را می‌سوزاندند. امروز هم سوئد دقیقاً حرکت را که نازی‌ها انجام دادند انجام داد و مرگ بر انسان‌های متعصب. چقدر قرآن زیباست. این خبرنگار و این روزنامه نگار نوشت ترس غیر منطقی و ناآگاهی شما از اسلام و مهاجرت مسلمانان به اروپا بر اساس بی‌توجهی شرم‌آور به درک معنای حقیقت و عدالت است. اینها عدالت را نفهمیدن و حقیقت را نفهمیدن.
عوض اون که تسلیم عدالت و حقیقت شوند آمدند، مرکز و منبع عدالت را که قرآن است آتش زدن. قرآن می‌فرماید اعدلوا هو اقرب للتقوا، عدالت داشته باشیم، عدالت به تقوا نزدیک است. راه مبارزه با قرآن آتش زدن نیست. طرحی را برای همه کشورهای اسلامی از آدرس نماز جمعه عرض کنم. مسلمان ها، ما یک راه داریم برای مبارزه با کفر. همونطوری که می دانین کفر ملت واحد است، در مقابل اسلام اون وحدت است. باید همیشه جهان اسلام با وحدت، با همدلی، با همفکری از محتوای قرآن و از راهکار قرآن استفاده کنن تا هیچ کسی جرأت هتک و بی احترامی به قرآن و با باورهای اسلامی نداشته باشم. من بیش از این به مصلحت نمیدانم صحبت کنم. قبل از ظهر هم خیلی از عزیزان در مراسم بودن. آخرین نکته را عرض میکنم. آقای دبیر کل سازمان ملل متحد آقای آنتونیو گوترش در پاسخ به پیام آیت الله العظما سیستانی مرجعیت عالی قدر و عظیم و با هدف و با آرمان در سوزاندن قرآن این بزرگوار پیامی دادن. آقای رئیس سازمان ملل، دبیر کل سازمان ملل گفتن پیام مرجعیت عالی دینی سید علی سیستانی در سوزاندن قرآن کریم در سوئد را دریافت کرده و از تلاش این مرجعیت در مسیر زندگی مسالمت آمیز انسانیت قدردانی می کند. و جالب است دبیر کل سازمان ملل اعلان کرد من دارم آمادگی می گیرم تا پاسخ و تقدیر و تشکرم را از پیام همه جانبه آیت الله العظما سیستانی درباره سوزاندن قرآن، که این پیام پیام قدیر است و پیام قرآن، قدردانی کنم و تشکر کنم. احتمالاً در روزهای آینده این قدردانی و تشکر را ایشان به نشر خواهد سپرد. بار دیگر برای وحدت، عزت، پیشرفت اسلام، پیشرفت مسلمان ها، ملت مظلوم و سربلند و با افتخار افغانستان عرض می کنم در محوریت قرآن، در محوریت دستورات پیامبر، با وحدت و همدلی کشور آباد، مقتدر، سربلند، جامعه پویا و سالم می توانیم داشته باشیم. در همه عرصه ها، در عرصه های اجتماعی، در عرصه های آموزشی، در عرصه های احترام به آحاد جامعه از این روش استفاده کنیم. در غدیر پیامبر هم از مردان بیعت گرفت، هم زمینه بیعت را برای زنان فراهم کرد. بار دیگر همه این مناسبت ها را تجلیل و تکریم می کنیم از حضور و از حمایت شما مؤمنان در همه صحنه ها، مخصوصا در مراسم نماز جمعه قدردانی و از تجلیل و تعظیمتان از عید بزرگ عید الله الاکبر تقدیر ویژه می کنم. خدایا ما را وارث با هدف و با استقامت قدیر محسوب بفرما. یادگار قدیر را پروردگارا حاجت روا بگردان. امنیت کامل نصیب همه مسلمین، ملت و دولت افغانستان بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس
یدخلون فی دین الله افواجا فسبح به حمد ربک و استغفر انه کان توابا.